مشروح اخبار نامه وکیل دادگستری محمد نجفی به رهبر انتخاب نسل ما دوستی با جهان است آقای خامنه ای انتخاب ما نه امام در ماه بود نه ملت در چاه وقتی کسی را تا ماه بالا ببری دیگر دست و صدایت به او نمیرسد خدایی می کند ناخداگاه نسل ما را زبان گفتن آری یا نه نبود نسل ما از ثانیه اول که زاده شدیم بدون اینکه همچون شما معجزه وار بلند یا علی یا علی گفته باشیم وارث ایران و نام و دین و مذهب و حکومت دینی شدیم ارث اجباری خروج از دین اعدام خروج علیه حکومت اعدام آیه لا اکراه دین قرآن و اصول آزادی عقیده و حق تعیین سرنوشت مندرج در قانون اساسی هم محلی از اعراب و مستاقی در عمل نداشت. شما هم می دانید که همه اتفاقهای زندگی با میل انسان نیست. شما در فیلم سال 68 مجلس خبرگان رهبری خود به سراحت گفتید من مخالف هستم رهبر بشوم. از نظر شهر و قانون رهبر شدنم مشکل دارد. باید خون گریست به حال ملتی که احتمال رهبر شدن مثل منی باشد ولی برخلاف میلتان و برخلاف قانون و شر شما را رهبر موقت کردند و سی و یک سال است که رهبر مانده اید رهبر هستید صاحب معجزه و مقدس و مبارک شدید از غیب برایتان غذا می آید ماشین و چهره تان نورانی است بر سنگ بنشینید نشیمنگاهتان محل تبرک می شود محل فرود بالگردتان در سالهای بعد گلباران می شود به دستبوسیتان می آیند حتی زنان درجه دار خلاصه نب به آن نخواستن و نه را به اینجا رساندن یادم نرفته در فیلم پنهان شده از چشم مردم که ناخواسته لو رفت در سالهای گذشته به قول فردوسی بود چه کرد آقای هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری با یک خاطر سرانجام و حقوق و آزادی های یک ملت را انداخت به مخاطره خاطره ای از امام گفت راوی خودش سند خودش حامی خودش و همه را تعقیب به پذیرش کرد و سلام دست آخر هم با یک شنای قورباغه‌ای با یک زیرابی اجباری سرش را کردند زیر آب استخر رفت آنجا که بسیاری را فرستاده بودند و تمام اما نسل ما همیشه هم تن به اجبار نداد در سالهای 78 و 88 و خصوصا 96 دست به انتخاب آزادی های سیاسی و عقیدتی زد که حکومت با مشتی آهنین به دهان نسل ما کوبید پاسخ خواسته مسالمت آمیز را این گونه داد باتون زد اشکاور زد تهمت زد دستبند زد پابند زد قمه زد گلوله زد و دار زد آقای خامنه ای گناه انتخاب و اجبار هم نسلانتان را به گردن نسل بی گناه ما نگندازید. شما یک انسان معمولی و زمینی هستید و نه فرازمینی و, و خاص. باید در خور اختیارات فراوانتان فراوان هم پاسخگو باشید که نیستید. آقای خامنه ای نسل ما پاسوز شماست. روزگارمان به سیاهی امامه تان است. اوایتان را از سرزمین های همسایه جمع کنید. سرمایه ما را خرج ایدئولوژی شیعیتان نکنید. در داخل به اندازه کافی اختلاس و رانت و فساد هست پای در نعلین بزرگان جهان نکنید چهل سال است که در برهه حساس کنونی در جا زده ایم و تمام نشد سر جنگ با جهان داریم ولی ناتوان از تولید پوشک هستیم و بسیار فقیر بینان داریم آقای خامنه ای انتخاب نسل ما دوستی با جهان است بدون توجه به ملیت و نژاد و دین و مذهب و رنگ و لهجه و لباس با اختیار به آزادی انتخاب نسل امروز ایران تن بدهید تن ندهید مجبورتان می کنیم قلم گرز بیداد ننویسد قلم باد ادامه ی قطع برق هشدار مقام ها درباره گران شدن محصولات غذایی و افزایش سرقت خاموشی های ناشی از قطع برق در حالی در برخی مناطق کشور همچنان ادامه دارد که فدراسیون تشکل های صنایع غذایی درباره کمبود و گرانی محصولات غذایی تا یه هفته های آینده هشدار داده و نیروی انتظامی هم میگوید تاریکی ها منجر به بالا رفتن آمار سرقت می شود محسن نقاشی دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی ایران روز یکشنبه 28 دی به خبر خبرگزاری ایلنا گفت تاثیر قطع برق در صنایه غذایی خیلی سری خود را نشان می دهد و بازار حداکثر تا چند هفته بعد با کمبود و گرانی محصولات روبرو می شود. او در همین زمینه به ضرورت تشکیل ستاد بحران در صورت ادامه قطع برق و تاثیر آن بر کمبود عرضه و نوسانات شدید قیمتی اشاره کرد. نقاشی در ادامه بر تاثیر خاموشی های اخیر بر صنایع اشاره کرد و گفت با قطعی برق وقفه در تولید مواد غذایی اتفاق می افتد که علاوه بر تولید کننده مصرف کننده را نیست متضرر می کند. همزمان با هشدار این مقام سنفی در برخی استانها ها مقام های محلی با اشاره به ادامه خاموشی ها از توقف فعالیت کارخانه ها بیکاری کارگران و سردرگمی کارگران خبر می دهند. در مازندران برق برخی صنایع از جمله شرکت شهرک صنعتی جویبار و سیمان نکا قطع شده. مدیرعامل شرکت توزیع برق می گوید با توجه به افت فشار سوخت گاز در افزایش مصرف با صنایع قرار گذاشتیم که بارشان را کاهش دهند تا برق مشترک خانگی خاموش نشود در آذربایجان شرقی نیز یونس جائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز ضمن اشاره به خسارت های سنگین واحدهای تولیدی و صنعتی گفته است در وسط فصل زمستان انتظار داریم تا حداقل قبل از قطع برق اطلاع کوچکی به واحدهای تولیدی و صنعتی داده شود سعید پورآبادی رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی به تاثیر قطع برق بر خرابی ماشینالات و قطعات برقی ایجاد هزینه اضافی کاری کارگران و سردرگمی کارفرمایان در این استان اشاره کرده است در پایتخت کشور نیز قطع برق برخی صنایع و مشترکان خانگی همچنان ادامه دارد مدیرعامل کارخانه ی سیمان تهران میگوید قطع برق این واحد صنعتی چهار روزه شده و تولید کارخانه به صفر رسیده همزمان مدیر کل امور بین الملل شرکت توانیر اعلام کرده مشترکانی که وسایل برقی آنها به دلیل قطع برق بدون برنامه آسیب دیده می توانند به سایت برق من مراجعه و با ارسال مستندات خضارت خود را دریافت کنند هشدار درباره افزایش سرقت از سوی دیگر نیروی انتظامی که پیشتر درباره خطر افزایش تصادف به دلیل تاریکی ها هشدار داده بود اکنون میگوید با خاموشی خیابان ها سرقت افزایش می یابد مهدی حاجیان سخنگوی ناجا در همین زمینه به خبرگزاری ایسنا گفت به عنوان مثال اگر در یک خیابانی روشنایی کم باشد یا خاموش باشد مطمئنا سرقت زیاد می شود او افزود ما به عنوان پلیس تراس هم می کنیم اما فقط ما نقش نداریم در این مثال اداره برق هم نقش دارد این مقام انتظامی اشاره کرد در قرارگاه مبارزه با سرقت پلیس در پی روشن کردن سهم دستگاه های دولتی در وقوع سرقت است پیش از این پلیس راهبر اعلام کرده بود 44 درصد تصادف های منجر به فوت تهران مربوط به ساعات تاریکی هواست و دستگاه های مقصر باید درباره آن به مراجع قضایی پاسخ دهند اختصاصی وزارت بهداشت قبل از دستور خامنه ای آماده ی تزریق واکسن خارجی شده بود یک سند وزارت بهداشت ایران که به دست ما رسیده نشان میدهد علی خامنه ای رهبر ایران زمانی دستور ممنوعیت واردات واکسن های کرونا انگلیسی و آمریکایی را داد که این وزارت خانه برنامه ی کامل تامین اعتبار دریافت ذخیره و تزریق واکسن خارجی در کشور را بر اساس سازوکار سازمان جهانی بهداشت تهیه کرده بود این سند توسط مرکز مدیریت بیماری های و گیر وزارت بهداشت در 75 صفحه با عنوان برنامه ملی استقرار و گسترش واکسیناسیون واکسن‌های کووید 19 در روز 13 دی ماه تدوین شده بود سند وزارت بهداشت در صفحات ابتدایی به روشنی اشاره کرده که از میان بیش از 200 واکسن کرونا در حال آزمایش مشخص نیست کدام فراورده های واکسن و در چه زمانی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت از طرف دیگر نیز مسئولیت اجرایی سازی برنامه ملی واکسیناسیون عمومی و تسی آن به کمیته ملی هماهنگی متشکل از نمایندگانی از بخش‌های مختلف واگذاری شده است با این حال علی خامنه‌ای به صورت غیرمنتظره روز 19 دی و تنها یک هفته پس از تدوین این سند به این حوزه ورود کرد و طی یک سخنرانی دستور داد واردات واکسن‌های ساخت بریتانیا و آمریکا به کشور ممنوع شود این دستور برنامه ریزی های راهبردی وزارت بهداشت را که در تلاش برای بکارگیری پروتکل‌های جهانی در زمینه واکسیناسیون عمومی بوده از آن جهت با اختلال و توقف مواجه می کند که واکسن شرکت آمریکایی فایزر یکی از گزینه‌های اصلی کوواکس برای کشورهای عضو است. تامین اعتبار واکسن برای ده درصد جامعه در بخش دیگری از این سند با عنوان برآورد اعتبارات مورد نیاز اشاره شده که اعتبار اولیه ی واکسیناسیون مرحله اول فاز یک ده درصد جمعیت کشور را پوشش خواهد داد بر این اساس به تهیه 16 میلیون دوز واکسن برای 8 میلیون نفر اشاره شده است مایکل رایان مدیر اجرایی برنامه فوریت های سلامت سازمان جهانی بهداشت گفت این سازمان بارها تاکید کرد که کرونا را سیاسی نکنید و حالا هم لطفا ماجرای واکسن را سیاسی نکنید سازمان اف بین الملل نیز دستور خامنه ای در شرایط همهگیری کرونا را بازی با جان میلیون ها نفر خوانده است